درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید کانال روسی زبان سپاه پاسداران تلویحی تایید کرده که سقوط هلیکوپتر رئیسی یک ترور مشترک وسط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بوده اگر منشأ این ترور خارجی باشه به احتمال قوی هدف امیر عبداللهیان بوده نه رئیسی ببینید دوستان سال 1399 بود که محسن سراوانی یک بسیجی به شدت تون رو با تنها 21 سال سن توسط پاسدار وحید حقانیان به بیت رهبری برای همکاری معرفی میشه. اینکه یک بسیجی 21 ساله و به شدت کم تجربه ولو اینکه عمیقا ذوب شده در ولایت خامنه باشه چه کمکی میتونه به بیت فاسد انکبوت داشته باشه رو شخص وحید حقانیان باید توضیح بده بر کسی پوشیده نیست که اگر خامنه جنایتکار به چند نفر بیشترین اعتماد رو داشته باشه بدون کوچکترین تردیدی یکی از اون افراد حقانیان بوده فردی که بیش از دو ده است در اولین لایه امنیتی و سختترین حلقه اطلاعاتی خامنه ای قرار داره حتی خامنه ای رو تا رخت خواب و حمام هم همراهی هم میکنه اما حدودا فروردین 1401 بود که شایعاتی مبنی بر جاسوس بودن محسن سراوانی و همکاری وی با سرویس های امنیتی اسرائیل از بیت به بیرون درس کرد شایعی که تو همون دوران باعث شد مدت کوتاهی شخص وحید حقانیان تو هیچ کدوم از تصاویر و فیلم هایی که از علی خامنه ای بیرون میامد دیده نشه به فاصله کوتاهی یک شایعی بزرگتر از بیت خامنه ای بیرون اومد. خبرنگار زن یهودی اسرائیلی به نام کاترین پرس شکتوم که با امنیتی ترین مهرای خامنه ای نشست و برخاست و حتی دیدارهای محرمانه داشته جاسوس اسرائیل از آب در اومد تا جایی که این فرد یعنی کاترین اعتراف کرد که با حدوداً یکصد نفر از مهره های نزدیک به قدرت در جمهوری اسلامی ام از آخوند و بسیجی و پاستار و دیپلمات رابطه کاری و غیر کاری داشته این ضربه بسیار سختتر از ضربه قبلی بود تا جایی که باعث شد خامنه ای به سرعت دستور اعدام محسن سراوانی و بازداشت کاترین را صادر کنه سراوانی که از قبل بازداشت هم بود در آزمای 1401 اعدام شد اما خرمهره اسرائیلی از تور گریخته بود همین دو شایعه باعث شد که خامنه ای به نزدیکترین فرد کنار خودش یعنی وحید حقانیان بیش از پیش مشکوک بشه و برای همگان این سوالات پیش بیاد که آیا دست راست خامنه ای که بیش از دو دهه با بیت رهبری رابطه تنگ تنگی داشته جاسوس موساد و اسرائیلی هاست؟ آیا رژیم در دامن خودش یک سعید امامی دیگر رو پرورش داده و بازی شطرنج اطلاعاتی رو به مردان تلاویب و حیفا باخته؟ و آیا خروج کرور کرور اطلاعات از بیت فاسد رهبری گرفته تا تورغوزاباد و از جای جای سپاه پاسداران گرفته تا کابینه ریاست جمهوری توسط نزدیکترین فرد به شخص علی خامنه‌ای صورت می گرفته و سوال مهم دیگه اینه که وحید حقانیان این روزها کجاست که حتی بر سر نماز میت ابراهیم رئیسی حاضر نشد ببینید دوستان موساد نفوذ خیلی زیادی تو جمهوری نکبت اسلامی داره حتی تو بادیگارت های خامنه ای و فرمانده های سپا و تو پایگاه هسته ای هم مهره داره برای همینه که اگر اسرائیل تصمیم بگیره به راحتی میتونه جمهوری اسلامی رو ساقط کنه اگر یادتون باشه روح الله زم همون موقع ها میگفت که باند حقانیان که شامل قالیباف هم بودن جاسوسان و اطلاعات بیت از ریز و دروش توسط اینا بیرون میاد و سردار حجازی هم یکی از محافظان شخصی خامنه ای و فرمانده بسیج کشور بود که از جاسوسان اسرائیل بود که پس از لو رفتن بی سر و صدا کلکشو کندن و مرگش رو مریضی اعلام کردن اما نکته قابل توجه اینجاست که همه زمان رای دادن بودن غیر از وحید حقانیان این فرد سر جریان خانم با ماندانا زنگنه برای بازجویی بازداشت شده بود تمام راهها داره به موساد ختم میشه و آیا میدونید چگونه یک سپاهی متهم به جاسوسی برای موساد اعدام میشه اما یکی از مدیران زن شاغل در استانداری سیستان و بلوچستان که به انتقال اطلاعات سری و محرمانه به همین فرد اعدام شده متهم شده ارتقای مقام میگیره و به سازمان انرژی اتمی منتقل میشه جوانی سپاهی که حکم مشاور جوان بیت رهبری گرفته بود و چنان ارتباطی با چهرهای عالی رتبه جمهوری اسلامی داشت که میتونست ترتیبی بده که همان مدیر زن شاغل در استانداری سیستان و بلوچستان شخصا با سید مظاهر حسینی یعنی مدیر کل تشریفات بیت رهبری در خیابان پاستور دیدار و ملاقات کنه این جوان سپاهی کسی نبود جز محسن سراوانی که از او تصاویر دیگری هم در کنار مقامات حکومتی منتشر شده تصاویری در کنار علی هاشمی و سید دانیال محبی و دو تن از استانداران پیشین سیستان و بلوچستان یعنی علی اسقر میرشکار و معاون پیشین امنیتی و انتظامی این استانداری و محمد مرزیه دادستان عمومی و انقلاب زاهدان این مشاور جوان بیت رهبری در دوره سه استاندار یعنی هاشمی محبی و محبتی امین استانداری سیستان و بلوچستان بود و معاونین امنیتی انتظامی این استانداری رو در معمولیت هاشون همراهی میکرد و همه مسئولین اجرایی این استان او را به عنوان نماینده دستگاه نظارتی و دادستان مرکز استان میشناختند. محسن سرابانی روابط نزدیکی با دفتر علی خامنه ای و نهادهای نظارتی و امنیتی در سطح ملی و استانی مثل دیوان محاسبات و سازمان بازرسی داشت و بارها برای پیشبرد کارهاش از همین روابط استفاده کرد و پیش از بازداشت مدیران استانی درباره آنها هشدار میداد سال 98 اطلاعات سپاه محسن سروانی رو بازداشت میکنه اما بعد از 45 روز آزاد میکنه در همان زمان وزارت اطلاعات هم او را ده روز بازداشت کرد و آزاد کرد گفته شده بررسی آنها نشان داد که او واقعا با نهادهای امنیتی و نظارتی در ارتباط بوده و سوء تفاهم برطرف شد بر اساس دادنامه شعبه هفت دادگاه تجدید نظر استان سیستان و بلوچستان محسن سراوانی مدعی شد که ابراهیم رئیسی رئیس وقت و قوه قضاییه و یکی از دامادهای علی خامنه شخصا پیگیر کار و آزادی او بودند محسن سراوانی در نهایت 22 فروردین 1401 مجددا بازداشت شد 28 دی 1401 به اعدام محکوم و 25 آذر اعدام شد او دو تا وکیل داشت و در جریان دادگاه گفت که زیر شکنجه مجبور به اعتراف شده متهم ردیف دوم یعنی افشین قربانی 26 ساله هم با همان اتهامات سروانی به اعدام محکوم شد بر اساس این دادنامه سراوانی اطلاعات طبق بندی شده اهم از محرمانه خیلی محرمانه و سری رو از ماموران دولتی گرفته و به موساد داد اما این مامور دولتی که نه خودش و نه وکیلش مدعی اقرار زیر شکنجه نشدن و اتهام ارائه اسناد محرمانه و سری به محسن سراوانی رو پذیرفتن فکر میکنید کی بود ماندانا زنگنه سروش 48 ساله متعهل دکتر کارمند ارشد فعلی سازمان انرژی اتمی در تهران و معاون پیشین استانداری سیستان و بلوچستان که از تیر ماه 99 تا آبان 1400 از 96 تا 99 مدیر کل سرمایه گذاری همین استانداری و پیش از آن هم سالها معاون میراث فرهنگی استان یعنی پانزده سال سابقه مدیریتی داشت ماندانا زنگنه با حکم 28 دیماه 1401 شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان و به اتهام افشای اسناد دولتی محرمانه و خیلی محرمانه و سری در مجموع به 8 سال زندان و سه سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد. محسن سراوانی و افشین قربانی به خاطر گرفتن همین اسناد به اعدام محکوم شدند. ماندانا زنگنه در دادگاه گفته که محسن سراوانی رو از همان زمان شروع کارش به عنوان مدیر کل امور هماهنگی سرمایه در استانداری سیستان و بلوچستان می و با توجه به روابط سراوانی با مقامات استانداری و دیدن حکم او به عنوان مشاور جوان بیت رهبری با او دیدار و تماس داشته. اداره کل اطلاعات زاهدان ماندانا زنگنه رو به ارسال هزار سند به محسن سراوانی متهم کرد زنگنه در دفاعیات خودش در دادگاه بدوی و تجدید نظر همکاری در ارائه تنها چند مدرک و سند را تایید کرد و دفاعش این بود که به خاطر ترس از آبروش مجبور شده با سراوانی همکاری کنه ماندانا در دفاع از خودش گفته که در مقاطعی و به تناوب این آزار و اذیت رو به مدیر کل اطلاعات سیستان و بلوچستان، پلیس فتا، مدیر کل حفاظت پرسنلی سازمان انرژی اتمی و یا خانواده سرابانی گزارش داده. اما مزایمت ها تمام نشده و حتی به صورت حضوری هم ادامه یافته. در نهایت شعبه هفت دادگاه تجدید نظر زاهدان با توجه به این دفاعیات و حمایت اطلاعات استان، استانداری سیستان و بلوچستان، و حفاظت سازمان انرژی اتمی از ماندانا زنگنه حکم 8 سال زندان او را به یک سال تقلیل دادن و یازده ماه از آن را هم تعلیق کردند و او اکنون در انرژی اتمی مشغول به کاره اما سوال اینه که چگونه مدیر استانی که خودش در دفاعیات نهاییش در دادگاه پذیرفته که ولو زیر فشار با نشان دادن میز کارش به محسن سراوانی به او اجازه داده از دو نامه محرمانه روی میز او تصویر برداری کنند ارتقاء مقام پیدا کرده و در سازمان حساس انرژی اتمی مشغول به کار شده و مهمتر از اینا دستگاه اطلاعاتی به دلایلی نامعلوم وجود دست کم یک سند ویدئویی که نشان میده رابطه عاطفی و جنسی بین این زنگنه و سرابانی شکل گرفته رو نادیده گرفته سندی دال بر اینکه این خانم 43 ساله بوده که به لحاظ عاطفی این پسر بسیار جوان رو زیر فشار گذاشته نه برعکس حتی در گوشی موبایل محسن سروانی و البته گوشی موبایل ماندانا زنگنه که در زمان بازداشت در اختیار وزارت اطلاعات بود شواهد زیادی از این رابطه عاطفی اختیاری بین این مرد جوان و خانم 43 ساله وجود داره اسنادی که نشان میده اجبار و تهدیدی در رابطه آنها دست کم تا زمانی که دو طرف ساکن زاهدان بودن در کار نبوده و همکاری اطلاعات استان سیستان و بلوچستان و حفاظت پرسنل سازمان انرژی اتمی در تهران برای اجباری نشان دادن این رابطه و رهایی این زن از زندان و انتقال او از زاهدان به تهران و به کار او در سازمان انرژی اتمی احتمالا دلایل دیگه ای داره دلایلی که زمینه ها و ریشه هاش رو می و باید در شکست های گسترده جمهوری اسلامی در جنگ اطلاعاتی ده ساله اخیر با اسرائیل دید جان کلام این که آخرین گزارش آژانس اتمی در این روزهای افسردگی رژیم نشان از قرار دادن آخرین تیر زیست جمهوری اسلامی در کمان سلاح هسته‌ای آمریکا بالاخره نشان خواهد داد که تمایلی برای مذاکره با رژیم نداره و اجازه داده که رژیم مسیر کوتاه باقی مانده تا قنیسازی 90 درصد رو طی کنه. بایدن آتش افروزی در منطقه رو اجتناب ناپذیر میدونه. پس با پلن نتانیاهو همراه میشه و با زدن سر اختاپوس خاورمیانه رو آرام میکنه و نکته قابل توجه اینجاست که کمتر از 24 ساعت بعد از مصاحبه رضا شاه دوم با اشپیکل آلمانی دادگاه دوسلدولف آلمان معروف به دادگاه محاکمه نازیها فرمان رضا شاه دوم رو پیگیری کرد و علیه سپاه پاسداران اعلان تروریست کرد شاه قدرتمند یعنی این و شاهکار شطرنج چند وچی شاه اینه که پس از همکاری با اسرائیل سیاست جدید شاهمون وارد کردن اعراب حاشیه شاخا به پارس و همینطور کشورهای جی هفت با راهکار مصاحبه و فشار از سوی قدرتمندترین رسانه هاست. بابت همین نبوغ خارقلاده بود که اشویگل گفت نبوغ رضاشاه دوم شانه به شانه آریا مهره. سپاس که با لایک و کامنت همراه و حامی هر سه کانال خبرچین دیگه چه خبر و خبردار هستید. و اگر مایل به حمایت مالی از کانال خودتون هستید از گزینه سوپر تانکس در پایین هر ویدیو میتونید استفاده کنید پاینده ایران جاوید شاه تا ابد و زنده باد رضا شاه دوم